روشنایی شب‌های بغداد در گرو معافیت‌های آمریکا از تحریم‌های ایران. وزیر برق پیشین عراق می‌گوید فشارهای واشنگتن می‌تواند این کشور را با بحران جدی مواجه کند. بازار داغ بازی‌های کامپیوتری در دوران رکود اقتصادی و خانه‌نشینی اجباری. و تابلوهایی به زیبایی پنجره‌های تهران، نگاهی به صفحه اینستاگرامی تهران فریم. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. آمریکا در دو ماه گذشته دو بار معافیت‌های عراق از تحریم‌های ایران برای خرید برق و گاز را فقط به مدت 30 روز تمدید کرد. اما نیمه شب پنجشنبه دو هفته قبل، وقتی مصطفی کاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق انتخاب شد، مهلت این معافیت‌ها را به 4 ماه افزایش داد. با این حال عراق می‌گوید 1 ماه یا 4 ماه کفایت نمی‌کند و این کشور فعلاً برای چند سال به خرید انرژی از ایران احتیاج دارد. لوی خطیب که تا دو هفته قبل وزیر برق عراق بود و مذاکرات این کشور با آمریکا در حوزه انرژی و بحث تحریم‌های ایران را پیش می‌برد، در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته فشار آمریکا بر عراق می‌تواند این کشور را با خطر و بحران جدی مواجه کند. جزئیات بیشتر از نفیسه کوهنورد. روشنایی شب‌های بغداد در گروه واشنگتن مانده. برق پایتخت عراق با گازی تامین می شود که از ایران به نیروگاهی نزدیک این شهر می رسد. اما مهلت معافیت های عراق از تحریم های آمریکا بر ایران مدام در حال کم و زیاد شدن است و این ظاهرا عراقی ها را جان به لب کرده. ما خیلی واضح به دولت آمریکا گفتیم که نمیخوایم در کشمکش بین تهران و واشنگتن طرف بگیریم. این مفهومی نداره هی 120 روز، 90 روز، 30 روز بکنن. ما برای بازسازی زیرساختامون 3 یا 4 سال لازم داریم. اون هم تحت شرایطی آروم و تحت نظارت دولتی که اختیارات کافی داشته باشه. در چند مدت اخیر هرقدر سایه تنش بین آمریکا و ایران بر سر بغداد سنگین‌تر شده، واشنگتن فرصت عراق برای خرید انرژی از همسایه را هم کمتر کرده. این مهلت در 2 ماه گذشته از 90 روز به 30 روز رسید. اما پنجشنبه شب قبل، بلافاصله با به روی کار آمدن دولت جدید، کاخ سفید معافیت‌ها را دوباره به 4 ماه افزایش داد. این تغییر کاملا چشمگیریه. آمریکا معافیت‌ها را به سیاستی کوتاه‌نگرانه برای فشار بر دولت قبلی عراق تبدیل کرده بود تا بغداد در سیاست‌هاش در قبال ایران بیشتر با غرب همراهی کنه. اما تمدید معافیت‌ها الان اقدام مثبتیه در حمایت از دولت جدید مصطفی کاظمی تا وقتی که اون بتونه همه اختلاف‌ها و مشکلات رو در این وضعیت بحرانی عراق برطرف کنه و البته مذاکرات استراتژیک آمریکا و عراق رو پیش ببره. تقریبا 25% برق مصرفی عراق بسته به ایران است و این کشور هم از همسایه گاز برای نیروگاه‌هایش می‌خرد و هم تقریبا 1200 مگاوات برق مستقیم وارد می‌کند. انتظار واشنگتن از بغداد این است که این وابستگی به صفر برسد. عراق هم به دنبال جایگزین است، اما می‌گوید فرصت کافی نیست. ما داریم قرارداد برق رو با اردن نهایی می‌کنیم، اما این پروژه 24 ماه زمان می‌بره. همچنین در حال نهایی کردن قرارداد دیگه‌ای با ترکیه هستیم، اما برای اون هم 6 ماه وقت می‌خوایم. درباره گاز متأسفانه فقط از عهده هزینه گاز ایران برمی‌آییم، چون از طریق لوله‌کشی میاد. از نظر جغرافیایی عملی کردن پروژه‌های انتقال برق هم آسون نیست. حتی برای وارد کردن برق از عربستان دست کم 18 ماه فرصت لازمه. اما عراق همین الان برق نیاز داره و نمیتونه 18 ماه یا 2 سال منتظر شه. بنابراین بهترین گزینه در حال حاضر ایرانه. I cannot wait for 18 months or 2 years to find alternatives. So the best offering on the table right now is what we are getting from the Iranian side. عراق 4مین تولید کننده نفت در جهان است، اما ظرفیت تولید گازش همچنان محدود مانده. با تنگتر شدن حلقه تحریم‌های ایران و ورود شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به عراق، این کشور گام‌هایی را برای بی‌نیاز شدن از برق و گاز ایران برداشته.
اما نه با سرعتی که در ضرب العجل های آمریکا بگنجد. این نیروگاه سماوه است در جنوب عراق، نیروگاهی که پس از سالها دوباره با کمک جنرال الکتریک آمریکایی و یک شرکت پیمانکاری ترکیه‌ای راه افتاده. اما خیلی از پروژه‌های مشابه هفته هاست زمین مانده. چالش اصلی ما این بود که برای پروژه‌هایی که 4 سال زمان لازم دارن کمتر از 1 سال وقت داشتیم. از طرفی دولت از زمان تظاهرات اکتبر 2019 تحت فشار بود و ناچار به استعفا شد و ما مدت‌ها با اختیارات بسیار محدود تحت سرپرست نخست وزیری کار انجام دادیم. به دنبالش هم قیمت نفت به خاطر کرونا سقوط کرد و متأسفانه همه اینها روند پیشرفت ما در این پروژه‌ها رو متوقف کرد. امیدوارم لااقل در این وضعیت بحرانی به دولت جدید فرصت کافی برای اجرای این طرح‌ها داده بشه. عراق به چشم دیده که چطور کمبود برق می‌تواند این کشور را به آشوب بکشاند. تابستان 2 سال پیش قطع برق ایران به عراق جرقه تظاهرات در بصره را زد و شعله هایش به کنسولگری ایران رسید. بغداد نگران است گره خوردن خرید انرژیش از ایران به کشمکش بین تهران و واشنگتن این کشور را باز با بحرانی مشابه روبرو کند. اونها شریکی مثل عراق رو به خطر میندازن. واشنگتن میدونه که محروم کردن عراق از 25% برق لازم مصرفی کشور رو با معضلاتی روبرو میکنه که طاقتش رو نداره. امنیت عراق فقط برای ساکنان این کشور مهم نیست. امنیت عراق امنیت منطقه است. ما با تروریسم جنگیدیم و آخرین چیزی که احتیاج داریم اینه که شرکای استراتژیک ما به خاطر مسائل سیاسی که ما نمیخوایم بخشی از اونها باشیم مقابل ما بایستن و عراق رو تحت فشار بذارن. 1 ماه یا 4 ماه به نظر معافیت عراق از تحریم‌های همسایه فعلا ادامه پیدا کند. کم و زیادش هم به این بماند که در ماه‌های پیش رو دولت جدید بغداد چقدر با سیاست‌های آمریکا برای فشار بر ایران و کم کردن نفوذش در منطقه همراه شود. زمانی که سازمان بهداشت جهانی سال 2020 را به عنوان سال جهانی پرستار و ماما معرفی کرد، هیچ کس تصورش را هم نمی کرد که این سال یکی از سخت‌ترین سالهای زندگی پرستاران و کادر بهداشتی در سراسر جهان شود. سازمان بهداشت جهانی می گوید آمار دقیقی از مبتلایان و مرگ و میر در کادر درمان و بهداشت بر اثر ویروس کرونا وجود ندارد، اما شواهد از افزایش افسردگی و اختلال استرسی پس از حادثه در کادر درمانی حکایت دارد. استراب هایی که ریشه در کار طاقت فرسا و ترس از ابتلا به ویروس کرونا دارد. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. همگیری که کادر درمان و بهداشت را در بسیاری از نقاط جهان غافلگیر کرد. امکانات محدود و خطر ابتلای بالا برای این قشر از جامعه که در خط مقدم نبرد با کرونا بودند، آنها را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده. شورای بین المللی پرستاران هفته گذشته اعلام کرد حداقل 90,000 نفر از کادر درمان و بهداشت در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. و با ادامه کمبود تجهیزات محافظتی در بیمارستان‌ها احتمالاً 2 برابر این تعداد مبتلا خواهند شد. کوتاهی دولت‌ها و فقدان اطلاعات رسمی درباره میزان ابتلا و مرگ و میر کادر درمان و بهداشت یک رسوایی است. آنها عمق این فاجعه را دست کم گرفتند. در ایران، نصرالله فتحیان، مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا، هفته پیش اعلام کرد بیش از 100 نفر از اعضای کادر پزشکی و پرستاری ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. اما آمار دقیق اعلام نشده و چندی پیش دبیر کل خانه پرستار این آمارها را کاملا امنیتی خواند. من خودم یک مادر هستم، بچه دارم، 23 روز بچه هامو ندیدم. کادر درمان و بهداشت به دلیل فشار زیاد کار و ندانسته های پزشکی درباره ویروس کرونا و همچنین ترس از مبتلا شدن به این بیماری و انتقال آن به خانواده هایشان در معرض استرس، افسردگی و اختلال استرسی پس از حادثه هستند. راه های متفاوتی هست برای کمک کردن به پرسنل درمانی و افرادی که درگیر هستند با نگهداری از بیماران کووید،
از بخشی که مربوط به مسئولین است، خب قطعا در اختیار داشتن تمام ابزارها و لباسهای حفاظتی و ماسکهایی که اینا لازم دارن، برای که اقلا بدونن که خودشون احتمال ابتلاشون بسیار پایین میده و اینکه به اونو ببرن منزل. امنیت شغلی، امنیت مالی خیلی مهمه دیگه. اینکه اینا در حین اینکه دارن شدیدترین کار رو انجام میدن، تحت بیشترین استرس شغلی هستن، بخوان نگران مسائل مالی هم باشن، خودش دیگه میشه قوز بالا قوز. بعضی پرستاران از به تعویق افتادن حقوقشان میگویند و بعضی ترس از بیکار شدن. وزارت بهداشت برای جبران کمبود نیرو قراردادهای 89 روزه برای جذب پرستار بست. حالا زمزمه هایی از بیکاری آنها پس از فروکش کردن بحران به گوش میرسد. چیزی که بیشتر باعث افسردگی میشه رفتار زشت مسئولین و همراهای بیماره و حقوق وحشتناک کمی که به ماها میدن. من خودم دیگه کار نمی کنم به خاطر اینکه هیچ حق و حقوقی به عنوان یک پرستار تو ایران ندارم. بیشتر از حد تحمل هر آدمی است. این میزان مرگ و میر و رنج آدم ها رو تحمل کردم و میتونه تروما ایجاد کنه توی افراد. اگه این مسائل الان حل نشه میتونه مزمن بشه و توانایی اون فرد رو در انجام کارش کاهش بده، کیفیت زندگیش رو کاهش بده و منجر به بدتر شدن وضعیت نه تنها روانی بلکه بیماری جسمی هم بشه. بنابراین کمک کردن روانی و در اختیار قرار دادن سرویس‌های روانپزشکی در این زمان بسیار مهم است برای این افراد. مریم حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، گفته در بیمارستان‌های زیادی مراکز مشاوره برای این پرستاران ایجاد شده و آنها می‌توانند از مشاوره روانشناسی و روانپزشکی استفاده کنند. یه مرکز مشاوره برای افسردگی در نظر گرفته شده، اما میزان دسترسی و ایناش هیچ چیزی مشخص نیستش و معلوم نیستش که همکاران ما باید به کجا مراجعه کنن و راستش ما به شخصه نمیدونیم که باید به کجا مراجعه کنیم و یا اینکه مثلا تو بیمارستان مرکزی هستش به تدابیری اندیشیده شده. تا الان که اطلاع رسانه‌ای در این مورد برای ما انجام نشده. کادر بهداشت و درمان از نظافتچی‌ها در بیمارستان گرفته تا راننده‌های آمبولانس همه در معرض افسردگی و استرس هستند. بر اساس تحقیقی در اروپا، چین و آمریکا نزدیک به 50% کادر بهداشت و درمان دچار افسردگی و استراب شدند. کسانی که با به خطر انداختن زندگی خود می‌کوشند زندگی دیگران را نجات دهند. آنایتا شمس، بی بی سی. در دوران شیوع کرونا، خانه نشینی به خاطر قرنطینه بازار بازی‌های کامپیوتری را داغ کرده. در هفته‌های اخیر رکورد‌های تاریخی از میزان تماشای بازی‌های دیجیتال ورزشی و غیر ورزشی ثبت شده. این بازار در ایران و کشورهای همسایه آن هم رونق گرفته. بسیاری از توسعه دهندگان بازی‌های کامپیوتری تلاش می‌کنند در بازار خاورمیانه بیشتر حضور داشته باشند. نیمی از جمعیت خاورمیانه زیر 25 سال سن دارند و این بازار برای بازی‌های کامپیوتری در کمتر نقطه‌ای از جهان پیدا می‌شود. برخی از زنان جوانی که در این عرصه فعالیت دارند می‌گویند از زمان شیوع ویروس کرونا و خانه نشین شدن افراد، شمار بازدید کنندگان کانال توییچ و یوتیوب آنها دو برابر شده. شیدا هوشمندی در گزارش خود فعالیت در بازار بازی‌های کامپیوتری ایران را از زاویه دید زنان گیمر ایرانی توضیح داده. محبوبیت بازی‌های کامپیوتری با خانه نشین شدن افراد در دوران کرونا بیشتر از قبل شده. شمار تماشاگران روی بزرگترین پلتفرم‌های تماشای آنلاین بازی‌های کامپیوتری رکورد زده. بازی‌های جدید به بازار وارد می‌شود و افراد مشهور مردم را به خانه ماندن و بازی کردن تشویق می‌کنند. سرعت رشد این صنعت در ایران و کشورهای همسایه آن توجه فعالان این صنعت را جلب کرده. ترکیه، عربستان و ایران پردرآمدترین های بازار بازی‌های کامپیوتری در منطقه اند و بعد از اونها اسرائیل و امارات. بخش مهمی از پولی که در بازار بازی‌های دیجیتال ایران در گردش است، نتیجه فعالیت گیمرهای ایرانی است.
مجبور شدیم دندون خانم رو بکشیم کلن. لطفاً به هیچ عنوان این تیک ویدیو رو رد نکنیم. فکر کردید من واقعا دیگه نمیخوام ویدیو بذارم. سلام چطورین؟ افرادی که بازی آنلاین را به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کنند و از آن درآمد دارند. من نیلوفرم 23 سالمه، احتمالاً خرداد 23. نیلوفر 2 سال پیش دانشگاه را رها کرد و به دنبال حرفه‌ای مورد علاقه‌اش رفت. هفته چند بار به طور مرتب از بازی‌های کامپیوتریش محتوای آنلاین تولید می‌کند و آنها را به اشتراک می‌گذارد. نیلوفر میگوید که یک گیمر ایرانی مانند او میتواند به طور متوسط ماهی 5 تا 6 میلیون تومان درآمد داشته باشد که بخش عمده آن از استریم یا همان پخش آنلاین بازی‌های کامپیوتری است. به عقیده او هر گیمر ایرانی که بتواند درآمد دلاری خوبی داشته باشد ایران را ترک میکند تا بتواند با استانداردهای جهانی فعالیت کند. نمونه این مهاجران کوسر یا همان تاکسیک گرل است. اینجا هنوز در ایران است. از معدود دختران گیمر بود که در مسابقات جایزه برد و کار حرفه‌ای را از ایران شروع کرد. دلیل اصلی که من از ایران خارج شدم 100% برای پیشرفت کارم بوده. خارج از ایران یه سری موقعیت‌ها واسه آدم پیش میاد که توی ایران خب این موقعیت‌ها نیستش. اولش اینترنته. خیلی از گیما تو ایران فیلتر بود. یعنی من برای رکورد کردن یه ویدیو از اون گیم واسه استریم کردنش بعد وی پی ام می‌زدم. یه تایمی بود حتی یک ماه توی ایران تویچ فیلتر شده بود. اصلا نمیتونستی روش استریم کنی. خب اینا خیلی مزله بزرگن. دلیل اصلیش این بودش که خب من وقتی که تو ایران زندگی می‌کردم اساس کارم چه درآمدم چه علاقه‌ام و تایمی که بیشتر می‌ذاشتم روی استریمینگ بود. ولی من میخواستم دیگه یوتیوبم رو به شکل قانونی شروع کنم، یعنی که حساب مال خودم باشه، درآمد بیاد به حساب خودم، همه چی قانونی و بدون دردسر باشه. واسه همین بعد میومدم خارج از ایران حساب باز میکردم. و خب وقتی که اومدم خب مثلا اینجا یه چند تا شرکت به من پیشنهاد کاری دادن، رفتم چند تا جلسه، این موقعیت رو توی ایران واسه آدم پیش نمیومد. دختران گیمر مانند نیلوفر و کوثر با محدودیت‌های بیشتری نسبت به پسران مواجه هستند. این در حالی است که دختران بخش قابل توجهی از جمعیت بازیکنان آنلاین را تشکیل می‌دهند. طبق آمار رسمی از هر 100 کودک و نوجوان ایرانی 69 نفر آنلاین بازی می‌کنند. 64% پسر و 36% دختر. برآوردها می‌گوید احتمالاً شمار بازیکنان بیشتر از آمار رسمی است. ایران عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به کپی‌رایت یا حق مؤلف نیست. بسیاری در ایران بازی‌ها را از بازار سیاه و بدون رعایت کپی‌رایت می‌خرند و این افراد ممکن است در آمار رسمی محاسبه نشوند. من عدد 7 انتخاب. ورود دختران به گیم‌نت‌ها در ایران مانند استادیوم‌های ورزشی پذیرفته شده نیست و دختران نمی‌توانند در تمام مسابقات حرفه‌ای داخل ایران شرکت کنند. کوثر میگوید حتی خانواده‌اش هم در ابتدا با کار او موافق نبودند. موقعی تونستن با این موضوع کنار بیان که دختر میتونن گیم بازی کنن که حالا مثلا یه سری از مسابقات رفتم. البته میشه گفتش که بازم اونو مخالف بودم، ولی خب برنده شدم، جایزه‌مو آوردم، بهشون نشون دادم نگاه کنید من میتونم بر مسابقات شرکت کنم، میتونم ببرم، میتونم شاید درآمد داشته باشم درنده. اینجوری دیگه کم کم باش اوکی شدم، ولی خب جامعه خیلی خیلی بحثش بزرگتر از خانواده بود. بخش عمده از درآمد گیمرهای ایرانی دلاری است که رسیدن به آن چالش بزرگی دارد به نام تحریم. وزارت دارایی امریکا ایران را از تحریم شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های ارتباطی و خدمات ارسال ایمیل معاف کرده، اما قوانین درباره بخش بازی‌های آنلاین ابهام دارد و هر شرکت امریکایی فعال در این حوزه باید به صورت موردی برای ارائه خدمات به ایران مجوز بگیرد.
گیمرهای ایرانی می توانند از دو طریق به درآمد دلاریشان دست پیدا کنند. اول آشنا یا فامیلی در خارج از ایران که پول به حساب آنها واریز شود و دوم از طریق بعضی شرکت‌های ایرانی که معادل ریالی این پول را در ازای کارمزد به حساب گیمرها در ایران واریز می‌کنند. هر دو روش ممکن است ریسک‌ها و هزینه‌هایی برای گیمرهای ایرانی داشته باشد که گیمرهای سایر کشورها آنها را تجربه نمی‌کنند. استریمرهای خارجی از طریق فروش اشتراک درآمد اصلی دارن، نه از طریق دونیت که مردم بهشون پول میدن. طرفدارشون میشن خیلی راحت مثلا اشتراک ماهیانه بخرن، یه سری قابلیت ها بهشون میده که میتونن استفاده کنن. از اونجایی که خب ما تحریمیم، هیچ ایرانی نمیتونه که این خریدو بکنه، چون نه پیپل داره، نه ویزا کارت داره، نه هیچی. بعد این از این که ما از تویچ درآمد اصلی نخواهیم داشت. حالا یوتیوب باز یه بحث دیگه، یوتیوب چون فیلتره، کسایی که ایرانن باید وی پی ام بزنن و یوتیوب به خاطر اینکه این آی پی آدرس ها به خاطر وی پی ان هر بار عوض میشه سابسکرایبر ها رو میگیره از ما. من خودم خیلی دلم میخواد گیم بزنیم. اگه بزنیم من بلکه چیزی بهتون نشون بدم. من خیلی دلم میخواد که گیم بزنم الان. نه این که میبینید اینجوری رد میشه یکم آدم رو میترسونه دیگه. ببینید وضعیت اینترنت منه. این شرایط هزینه فعالیت حرفه‌ای گیمرهای ایرانی را بالا می‌برد و باعث می‌شود ایران نتواند از تمام منافع اقتصادی این بازار استفاده کند. در سال گذشته میلادی، صنعت بازی‌های کامپیوتری در خاورمیانه حدود 5 میلیارد دلار درآمد داشته. بسیاری از شرکت‌های بازی‌های کامپیوتری در حال سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار کشورهای منطقه هستند، اما ایران به دلایل غیراقتصادی نمی‌تواند از تمام فرصت‌ها در رقابت برای جذب سرمایه استفاده کند. شیدا هوشمندی، BBC. تهرون فریم نام یک صفحه اینستاگرامی است که در آن عکس‌هایی از پنجره‌های قدیمی شهر تهران منتشر می‌شود. گروهی از علاقه‌مندان به معماری معاصر ایران عکس‌هایشان را در این صفحه منتشر می‌کنند. طرح‌های اختصاصی نرده‌های این پنجره‌ها آنها را به آثار هنری قابل توجهی تبدیل کرده که نشان دهنده دقت و هنر معماران در طراحی آنهاست. شکل‌گیری این مجموعه از یک پیاده‌روی در نوروز 98 در تهران شروع شد. دو دوست در محله‌های امامزاده یحیی و پامنار در حال قدم زدن و عکاسی از ساختمان‌ها و پنجره‌هایشان بودند که به فکر افتادند عکس‌های پنجره‌ها را در مجموعه‌ای در اینستاگرام گرد هم بیاورند تا مخاطبان به صورت مشخص توجهشان به این وجه از معماری تهران جلب شود. سام فرزانه با مدیر این صفحه اینستاگرامی گفتگو کرده. طرحواره‌هایی که باعث شده این حفاظ‌ها و نرده‌های پنجره‌ها شکل بگیرن الهامات متنوعی داره. از طبیعت بگیر، داخل خیلی از اینا شما گل‌های متنوعی می‌بینید، برگ درختان رو می‌بینید، تا نقش‌مایه‌های تذهیب که یک هنر اصیل ایرانیه. از طرف دیگه شما نقوش هندسی رو هم میبینید که هم خیلی ایرانیه و هم خیلی مختص به شهر تهران. من سروش مهاجری هستم، معمار و پژوهشگر معماری معاصر تهران. من مدیریت یک صفحه اینستاگرامی رو دارم که داخلش پنجره های تهران رو ثبت میکنیم که با حفاظ‌ها و نرده‌های زیبایی تزیین شدن. از اواخر دوران قاجار این پنجره‌ها تقریباً شکل می‌گیرن با نرده‌ها و حفاظ‌هاشون. از پهلوی اول و به خصوص توی پهلوی دوم، معمار، ریختگر و صنعتگری که درگیر این پنجره‌ها میشن شروع می‌کنن به طراحی کردن. پس از انقلاب یک وقفه ای افتاده بوده و الان تقریبا توی 20 سال اخیر معمارایی هستن که دوباره دارن این رو احیا میکنن. توی این چند سالی که حداقل من توی تهران قدم زدم، پراکندگی این پنجره ها همه جا بوده، ولی یک فرق عمده هست، اینکه ما هر چقدر از مرکز شهر به سمت پایین میایم، به دلیل اینکه فرم ساختمون ها
ساده تر میشه. کاری که انجام میده اینه که یک جزئیات خاصی رو مثل همین پنجره ها یا نرده های ایوون ها و تراس هایی که داشتن رو طراحی کنن. در نتیجه تنوع الگوها از مرکز شهر به سمت پایین اینا خیلی بیشتره. شاید چیزی که خیلی شگفت زدم کرد اون پنجره‌ایه که توی سرای منظری است که حس می‌کنم شبیه هرکوله. به نظرم اصلا انگار یک روایت عجیب غریبی رو داره صورت میده. خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته که آدم ها نسبت به شهرهای خودشون شروع کنن یک همچین پروژه های شخصی رو رقم بزنن. خیلی خوشحال میشم که ما آدم هایی که حداقل دغدغه شهرهامون رو داریم بتونیم چشم های مردم رو نسبت به چیزی که اطرافشون داره اتفاق میفته تو همون شهر حساس بکنیم و این خیلی مهمه که ما نسبت به شهرمون حس تعلق داشته باشیم که متاسفانه هر روز داره کم رنگ میشه و کاری هم از دست ما جز این کارا بر نمیاد. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.